ها و آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، انشاءالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بیری سیلیکونی و تایید شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان عزیز و نازنین هستم. خب خیلی معتقد هستن و ریشه های اعتقادشون به نظر من تا یه مقداری درسته و معتقد بودن که انقلاب ایران عقب افتاد و آخونده الان دارن با قدرت به اصطلاح حکومت میکنن و نشون دادن که میمونن و از چی هم نمیگذرن. خب این تحلیل یه جوریش درسته، آخونده تا اونجا که میتونستن کشتن و بازم میکشن، ولی کن هیچ وقت با کشتن کار درست نشده. مثلا در انقلاب کبیر روسیه، در انقلاب اکتبر، نمیدونم میگه صدها هزار نفر رو کشت، هزار همینجوری گلوله رو میبست به مردم. نهایت چی شد؟ تزار از کشته پشته ساخت، ولی که خودش هم دود شد رفت رو هوا. نه خودش، خانوادهش، بچه کوچیکاش، بچه های کوچیکی که باش بودن، زنش، همه دود شد رفت رو هوا. همه جریانات دیکتاتور رو همینی که خب میزنن میکشن، طبیعیه. حالا آخونده بیشتر میزنن و نترسر میزنن، چون خودشون دیدن دیگه، تجربه تاریخ دیدن. ولی این داستان اینجوری تموم نمیشه. میگن آقا شما این همه تبلیغ دیدید در دنیای مجازی این ور اون ور که سالگرد مهسا درش یک حادثه عجیب و غریب خفته است. در اینکه اصلا چنین چیزی من ده ها بار شاهد هستید که گفتم که در این سالگرد انتظار چیزی نداشته باشید، اصلا و ابدا. دفعات تکرار کردم چون میخواستم که شما ناامید نشین، چون میدونستم چیزی نمیشه و بعضی که زیاد روی مسائل پافشاری میکنن بعدش واقعا سرخورده میشن. چرا؟ چون خب جمهوری اسلامی با تمام قدرت اونجا واسطه میدونه که چه روزی هست، تمام راه ها رو بس، همه نیروهاش خیابونا مواظب بودن و چیزی در روزهای خاص و ویژه رخ نمیده. اتفاقات ببک خیلی معذرت، اتفاقات در روزهای در شرایطی رخ میده که غافلگیر بشه دولت، دیکتاتور غافلگیر بشه. امروز هم یک شاهد دیگه بود که انقلاب ایستادنی نیست و به هیچ وجه این انقلاب پویای خودش از دست نمیده. در زاهدان، من از دوستان خواهش کنم که فیلم های زاهدان رو نشون بدن که سالگرد کشتار جمعه خونین زاهدان بود و مولوی عبدالحمید سخنرانی میکرد با وجود اینکه نیروهای جمهوری اسلامی و بسیج از مدت ها پیش چند پیشن در واقع آماده چه روزی بودن، ولی که نتونستن جا بشه بگیرن و زاهدان در خون و آتش یک بار دیگه قتل. حقیقت اینه که اگر خیزشی باشه، اگر جوششی باشه، اگر حرکت عظیمی باشه، باید از سرزمین ها و مناطق محروم شاهدش باشیم که از اونجا همینطور که میبینید از زاهدان انقلاب رو زنده نگه داشتن، آتش انقلاب رو زنده نگه داشتن. عبدالحمید مولوی میگه کشتید، حکومت کشت، 100 نفر رو کشت و میخواد به اینا پول بده که راضی بشن. نه، زمین که شوهرشون رو از دست دادن، بچه‌ای که پدرشون رو از دست دادن، با گرفتن دیه راضی نمیشن. شما از عوامل این ماجرا رو
مجازات کنیم. بعد از سخنان آتشین مولوی عبدالحمید، نمازگزارا که تعدادش از جمعه‌های پیش بیشتر بود به خیابون ها ریختن و فریاد مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر بسیجی شنیده می شود. در ماجرای امروز زاهدان نشون می داد که انقلاب زنده است. این خدمت رو عرض کردم، بارها گفتم قرار است که مردم مرتب هر روز و هر شب در تمام ایران تو خیابونه باشن. نه، این آتش انقلاب زیر خاکستر هستش به شکل بزرگ. خب طبیعتا این مثال زدن معنی داره دیگه، میبینید که آتش که زیر خاکستر، بعد آقای جرق های از زیر خاکستر میزنه بیرون. این هم اینجوریه، آتش زیر خاکستر هست، جرقه های میزنه بیرون و یه روزی این جرقه ها به صورت آتش و هولاک خودنمایی میکنن. تون باشه، در تمام انقلاب ها اول از همه محروم ها، آدم های محروم به پا خواستن. حتی در انقلاب فرانسه و اون در واقع گرسنه‌ها بودن که شروع کردن و گرسنه‌ها بودن که بیشترین تلفات دادن، بیشترین کشته ها رو دادن. همونایی که اومدن در کنار کاخ ورسای شعار میدادن ما نون میخوایم، ما نون میخوایم. و ملکه آنتوانت که یک ملکه اتریشی بود، اصلش اتریشی و فرانسه درست نمیفهمید، یعنی بلد نبود، از ندیمش میپرسید که اینا چی میگن. ندیمش که اینها میگن که ما نون میخوایم، ما نون میخوایم. بعد که آنتوانت برمیگرده میگه خب اگه نون ندارن برن کیک بخورن. از دنیای بیخبری صحبت میکرد ماری آنتوانت. آقای خامنه ایم از دنیای بیخبری صحبت میکنه. امروز داستان کل زاهدان میگه اتفاق بزرگی نیفتاده، ما هم تیراندازی نکردیم و شهرم آرومه. خب این جریان هم ماری آنتوانته، فکر میکنن همه چیز آرومه، نون ندارن کیک بخورن. آره، به روایت شما میتونید آروم بکنید با سرب داغ، نه اینکه شکم گرسنه مردم سیر کنید. مشکل اینه، دو تا برداشت مختلفه. شما میتونید زاهدان، خاش، نمیدونم کردستان و جاهای محرومی که سر صداشون مردم بلند شده، شما میتونید ساکتشون کنید. با چی؟ با زور، با اینکه تسمه از گورشون بکشید، با اینکه سرب داغ تو نهنشون بکنید، با کورشون کنید، با که شلشون کنید، افتیجشون کنید، نخواهشون رو قطع کنید. اینجوری از کار میافتن. اما تا کی؟ این تا کی تاریخ رو جواب داده؟ تاریخ تا کی رو جواب داده که دیر یا زود داره اما سخت و سوز نداره. آقای خامنه ای، آقای دادستان زاهدان، فکر شکم سیر کردن شکم گرسنه مردم باشید. مردم شعار میدن مرگ بر خامنه ای، مرگ بر بسیجی، و این نمیشنوید. بعد همیشه آرومه. اینا که اومدن تو نماز جمعه زاهدان جونشون کف دستشون بود، در سالگرد جمعه خونین زاهدان اومدن در مسجد شهر جمع شدن، اینا جونشون کف دستشون گذاشتن. چکمگر از هر جمعه هم خدمت و حتی خبرگزاری از تو گزارش میکنن بیشتر بوده. نه، این انقلاب به سرانجام میرسه. و یه چیزی خدمت رو عرض کنم خانم آقایون، یک لحظه فکر نکنید که خارجی ها میتونن بهتون کمک کنن، به ما کمک کنن، اصلا چنین چیزی نیست. نگاه کنیم این چه افتضاحاتی به بار اومده. چقدر خانم آقایون ایرانی که در دستگاه حکومتی آمریکا و کاخ سفید کار میکردن وابسته به جمهوری اسلامی بودن. اسفناک نه؟ تمام ارتباطاتشون با جمهوری اسلامی بوده که چیکار کنن چیکار نکنن.
تو گروهی که در واقع آقای والی مسئول مسائل جمهوری ایران حتی کاخ سفید معمول شده بود، عوامل نفوذی جمهوری اسلامی بودند. امید نبندید، اینا پشت پرده مشغول زدبندهای خودش همیشه بودند و هستند. میان یه روزی دنبالتون، اون موقع که شما بلند شدید که ببینن دیگه خامنه ای و دم دستگاه رهبر معظم انقلاب کاربردی نداره، تموم شده، و میان اون موقع سراغ شما از شما حمایت میکنن و حل آخره میخوان بدن که میخوان سهم بگیرن. همون که در مورد شاه شما بلند شدید، دم آدم آخر آمریکا و انگلیس تشخیص دادن که واسه از خمینی دفاع کنن، اومدن و نمیستن که این خمینی آخوند مظلوم بی سوادی که همه چیز در واقع برایش ساده است و میگه بله بله آزادی هست و جمهوری میشه، نه فلان قرب هم همینه میخواست و بفرمد آقا نمیدونست که از تو شیدر میاد. اینی که شما امیدی به این اپوزیسیون خارج از کشور خانم آقای نبندید، به دولت خارجی اصلا نباید امید ببندید. گفتم یه روزای پیداش میشه و روزای آخر. الان باز من دیدم یه سیستم جدید، یه گروه جدیدی به وجود اومده، اپوزیسیون مترقی، یه چنین چیزی در آلمان توسط احزاب سرشناس آلمان یه سمینار باشه، اینا رو دعوت کردن و تازه این گروه مترقی که اومده، اپوزیسیون مترقی ایران، میگه اونایی که هستن رو فراموش کنید. ما اونا رو در واقع نمیگم به این شکل، بلکه در واقع اینه که یک چتر جدیدی به وجود اومده که اونا میتونن که زیر این چتر باشن، همه با هم باشیم، نه همه برای یک نفر. حالا این هم چیز جدیدیه که مثلا چهرهایی مثل مشکون نمتای آی اسماعیلی و آمد اسماعیلی که من واقعا بهش اعتراف میذارم، این هم جز این گروه یا چند نفر آدم هایی که اصابشون میشناسم و این در آلمان داره شکل میگیره. دولت آلمان، احزاب آلمان هم ازش دارن حمایت میکنن. و ولی که بازی ها خانم آقایان بازی های کثیفیه. شما دارید زحمت رو میکشید، اپوزیسیون رو زورش میزنه مثلا، ولیکن نگاه میکنید قضیه به کاخ سفید که ختم میشه، میبینید دستیاران آقای مالی که در واقع باید ناظر اجرای سیاست های کاخ سفید باشه علیه ایران، افسرش همه عوامل جمهوری اسلامی هستن یا به گونه ای. چرا آقای مالی رو گذاشتن کنار؟ چرا گذاشتنش کنار و FBI داشت در موردش تحقیق میکرد؟ تازه یه دونش در اومده که خانم و آدمایی که اون دوره برش بودن ایرانی بودن، در واقع برای جمهوری اسلامی داشتن کار میکردن. دباست هست و سیاست هست، سنگیاسیه، کلکه. گوشتون رو به این را تلویزیون ایرانی مثل من ندید که آقا از بین در خارج چیکار میکنن، ولش کنید. تو خارج اتفاقی نمیفته، ساپورت میشید، حمایت میشید از خارج، به شرطی که شما بلند شده باشید تا قدم نهایی، تا قدم آخری که بخواید بعد این رژیم بندازید، از سران این کشورها خبری نخواهد. ممکنه حرف بزنن ولی عملا نمیان، تا اینکه ببینن که این حکومت آخوندی لب پرتگاهه، نصف نعلین آخوندا اونوره پرتگاهه و یه تکونیه فوت دیگه میفتن. اونجا که آخوندا رسیدن، آره یعنی سرکله غرب و شرق و همه پیدا میشن و شروع میکنن کمک کردن، ولی که تا اونجا راه طولانی است. از اینکه پیامو ببینیم و دوستان عزیزم که من میبینم یکی دو نفر از دوستامون آماده هستن، جناب آقای بیژن مهر دیدم، جناب آقای اردلان مقدم رو دیدم که اولی از جبهه ملی و دومی از روی چپ، منتظر هستیم آقای فؤاد پاشایی هم پیداشون میشه یا نه. این فرصتی است که در واقع آگهی ها بهمون میده که همه جمع میشن، پیام رو میبینیم و برمیگه در خدمت هست. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike.
The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry. Through the most extensive and rigorous research process available, candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نانهای ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نانهای ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم ها و شاه داماد ها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت گذاری، نمایشی از بهترین ساعت های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. کیترینگ لیلا در شمال کالیفرنیا از بی ایریا تا ساکرامنتو در خدمت شماست. با خدمات مجالس ما نگران پذیرایی از میهمانان خود نباشید، بلکه خود همچون میهمان لذت ببرید. تلفن 916-996-2719. وبسایت leilacatering.com. Unique sophistication and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved ones. خب با سلام مجدد برمیگردم به خانه‌های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما. خانم آقای ایرانی هموطن بسیار بسیار عزیز گرامی، خب قبل از اینکه رو ما الان داشتیم دعوا می‌کردیم، این دوستانمون از تلویزیون میگه آقا جلوی این ستاره دادا اصلا حرف نزنید، این هر چی بگید میره جلو دور میگه. الان اعتراض بر این بود که آقا ما میخوام بیشتر دوستان اون عوض اعتراض که نه دیر میاد سر برنامه، دو اینکه میگه ما کم حرف میزنیم. برحال
حالا شروع بکنیم ببینیم اصلا وضع صحبت کردن این آیون بیشتر از اونی که هست که تایم ما داریم، قول شرف میدم که برنامه رو اضافه میکنم، چون آقای شجرم همیشه الان یه کوتاه اومده ولی مدت ها باید آقا ساعتت اضافه کن، ساعتت اضافه کن. حالا اگر دیدید که شما بینندگان عزیز این آقایون که صحبت میکنن حرفشون ناتمومه، من قول میدم که برنامه رو اضافه کنم. بذارید که از آقای همین آقای فؤاد پاشایی که یکم معترض بود بپرسم. آقای فؤاد پاشایی، این جریان نشست یه گروه تازه، اینا هم بحث صحبت‌های من شدید یا نه، به عنوان مثلا گروه مترقی، اپوزیسیون مترقی، دانشمندان، اندیشمندان، از این صحبت‌ها در آلمان اولین نشست خودشون رو انجام دادن با کمک یکی احزاب بزرگ آلمان به اسم حزب دموکرات، سوسیال دموکرات آلمان. آقای فؤاد پاشایی، شما رو دارن دور میزنن؟ یعنی مثلا شما مشروط خواهان یا سطر طلبا رو؟ قضیه چیه؟ خیلی ممنون. من عرض ادب و احترام دارم به شما آقای مقدم و آقای مهرعزیز و همه بینندگان در سراسر جهان. چیز تازه‌ای نیست قربان. این در هر کجا که یک تحول اجتماعی، در هر کشوری که تحول اجتماعی راه میفته، یک کسانی هستن که دیر میرسن میخوان دودم سوار شن. یعنی این همین کشوری بود است که 40 سال زیر فشار آخونده، همین مردمی هستن که 40 سال دارن این چرخدنده آخوند به حساب با سختی به هزار مشکل زندگیشون رو به روز میرسونن، جووناشون رو میگیرن زندان میبرن، داستان که دیروز شروع نشده که. ولی کسانی تازه هفته پیش فهمیدن که آقا خوب است که ما به فکر این کشور باشیم، خوب است که ما وارد صحنه بشیم، داغ شده، شلوغ شده، مثل اینکه خبری هست، مثل اینکه میخواد این رژیم بیفته. یک کسانی قبلا زحمت کشیدن این رژیم رو به تا به تا اینجا داستان کشونده، حالا ما بپریم سواشیم. این همیشه بوده، این داستان تازه امروز فقط باب ایرانی ها نیست. ولی چیزی هم که همیشه بوده این است که این نوع سرعت ها به سرعت ها زمین میخورن. اون کسانی که به حساب توی سالها ایستادن، ما مبارزه به اینجا رسوندن، تختی مبارزه کشیدن، اون تجربه دارن که چطوری این به حساب این کشتی رو به سرانجام برسونن، این کار این کشور رو. و به حساب این نیست که چون مبارزه که تازه دیروز پریروز شروع نشد که، این مردم که اتفاقات دیروز پریروز نشد که، دزدی ها که یه هفته دو هفته دو ماه سه ماه است که شروع شده که. به دلیل کسانی که به حساب تازه به این صرافت افتادن خیلی باید تمرین کنن، یا خیلی باید به قول معروف کار انجام بدن تا بتونن در این کور پخته بشن و بتونن پس این کار بر بیان. اوکی آقای، البته برمیگردم با تون، چون یه جورایی من که مطالب گفته های خانم آقای تو این به اصطلاح گروه جدید مترقیان میخونم، زیادش هم طرف حمله به طرف شماست، یعنی طرفداران سطر یا مشروط خواه. آقای اردلان مقدم، این داستان چقدر به گروه چپ داره لطمه میزنه؟ نظرتون در مورد تشکیل این گروه و حمایت، اولی نگاه میکنیم که احزاب سیاسی آلمان خیلی حمایت کردن، اصلا بهشون همه امکانات دادن، تبلیغات بسی، بفرمایید این قضیه چیه؟ با سلام خدمت شما، شرکت کنندگان در برنامه، بینندگان عزیز و آقای شهرتی. ببینید این در واقع نشون میده که چقدر آمریکا و اروپا از هم جدا دارن میشن. این در واقع جنگ بین آمریکا و اروپا است که الان اروپایی‌ها میبینن از قائله عقب افتادن، حالا سعی میکنن که اینها هم بیان توی قضیه داخل بشن، همونطوری که زمانی که خمینی اومد سر، یعنی قبل از اینکه بیا سر کار، خمینی افتاد سر زبون‌ها، فرانسه برداشت بردش، فرانسه بهش دعوتنامه به اصطلاح ویزا داد و برد اونجا، بهش جا داد، حفاظت کرد، مراقبت کرد، حتی کسی که داشت از هواپیما خمینی رو پیاده میکرد جاسوس فرانسه بود که اسم مشخصاتش هم الان در اومده که مأمور سازمان امنیت فرانسه بود. خب این اروپایی الان میخوان دخالت بیشتری داشته باشن، میخوان کنترل اوضاع رو به دست بگیرن، برای همه یه گروهی هم اونا دارن درست میکنن. ولی همونطوری که توی صحبت‌های خودتونم اول برنامه فرمودید، همه چی باید به عهده مردم ایران در داخل باشه، خارج از کشور هیچ کاری نمیتونن بکنن اینها، اینا فقط میتونن تبلیغات بکنن. مردم داخل باید هوشیار باشن که بازیچه این تبلیغات‌های اینا نشن، دنبال اینا را نیفتن و خودشون رو پای خودشون واستن
خودشون بیان توی خیابون سرنوشت رژیم رو در خیابون‌های ایران تعیین کنن، نه خیابون‌های پاریس و لندن و نیویورک و واشنگتن. آقای بیژن خانم از جبهه ملی، آقا شما این گروه جدید رو که یک دفعه من دیدم، تا من واقعا زمینه‌ش ندیده بودم قبلا در مورد تشکیل چنین گروه مترقی صحبت بشه و یه دفعه دیدم خبراش در اومده، شما چجوری می‌بینید قضیه چیه؟ من دلدار حقیقتش هیچ اطلاعی از این گروه ندارم، هیچ توجهی هم نه به این گروه دارم نه به گروه های دیگه ای که در خارج از کشور درست شدن یا درست خواهند شد. دیروز هم آقای حسن شریعت مداری گویا یک فراخوانی داده برای که جمهوری خواهان به هم دیگه بپیمانه، اون هم حقیقتا یه چیز بی اثریه. اصلا کل تلاش خارج از کشور اگر مردم داخل ایران بهش توجه نکنن پشیزی ارزش نداره. همین الان در سال گذشته گروه نفتی که نزدیک به شاهزاده است اعلام کرده که 2,500,000 دلار پول جمع‌آوری کرده، برعکس سال قبلش که مثلا 50,000 دلار بوده، امسال 2,500,000 جمع کرده به خاطر جنبش مهسا. یا دبیر کل حزب ایران نوین که اونم نزدیک به شاهزاده است گفته که ما یه چیزی نزدیک 3,000,000 دلار در صندوق کمک به اعتصابات داریم ولی راهکار قانونیش رو پیدا نکردیم. یعنی اصلا از اینکه 5,000,000 دلار الان اینجا حداقل، چون چند تا کنسرت اینا هم گذاشتن که حالا آقای پاشایی بهتر حتما میدونن که درآمدش چی بوده و کجا رفت اینا، ولی به هر حال اینا همه هست. اما چه کاری برای مردم ایران میکنه؟ چه اثری برای مردم ایران داره؟ آیا این همه پولی که جمع شده، این همه امکاناتی که داده شده، قابلیت جمع کردن 1,000 نفر 5,000 نفر 2,000 نفر رو در داخل کشور در جایی داره؟ آیا این که فقط خرج همایش‌های خارج از کشور بشه و نمیدونم یه عده بیان و یه عده برن و یه کنفرانسی بزنن بدون اینکه هیچ اولویتی رو مشخص کنن، بدون اینکه هیچ هدف و برنامه‌ای رو ارائه بدن، بدون اینکه هیچ استراتژی تاکتیکی رو در نظر داشته باشن، خب چه فایده‌ای داره؟ همه اینا کردن میرن خیلی هم گرد همایی همه هم دیگه رو می‌بینن و خیلی خوش می‌گذره و بعدم برمیگردن خونه‌شون. اما برای مردم ایران هیچی نداره. یعنی بخشی از این پول نرفته برای کمک به یک لابی قدرتمند که مثلا با نایاک بتونه مقابله بکنه، یا کمک به مجروحین و نقص حوض شدگان در داخل کشور بکنه، یا به خانوادگان زندانیان سیاسی برسه، یا به اعتصاب کنندگان کمک کنه، یا خرج جامعه مدنی در داخل کشور بشه، یعنی کمک کنن اونا همایش بذارن، تئاتر بذارن، کنفرانس بذارن که بتونن این پیام رو در داخل کشور منعکس کنن. هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده. برای این گروه که هیچی، پدر جد این گروه هم بیاد به نظر من کار اساسی نمیتونه انجام بده مگر در رابطه با ایران باشه و توجه مردم ایران رو جلب کنه. خب آقای بیژنمه، تقریبا این گروه هم همین حرفی میزنه، میگه اپوزیسیون تا حالا نتونسته کاری بکنه و اپوزیسیون در هم پاشیده است، یه موقعیتی بوده و این اپوزیسیون به دلیل اینکه دنبال منافع هر گروه دنبال منافع خودش بوده این جنبش خراب کرد، نابود کرد و ما اومدیم که همه رو زیر یه چتر بیاریم. آقای فاده پاشایی، حقیقتش اینه که من یه گزارش خونم، حالا جزئیات کامل عرض کردم که چون تازه تشکیل شده به دست نیاوردم، ولی که استنباطم این بود که از بیشتر نوک حمله شون انتقادشون از سلطنت طلب و مشروط خواهان یا نظام طرفداران نظام پادشاهی بود که میگفتن که در لفافه ها که در واقع شما نذاشتید که این داستان مهسا به نتیجه برسه. دلم بخواد یه توضیح بفرمایید، دفاعی دارید بکنید، خیلی ممنون میشم. الان آقای بیشنه میرم تقریبا همون حرفای اونا رو زد. خیلی ممنون. حالا ما چطوری نتونستیم نگذاشتیم یا نگذاشتیم که اتفاق بیفته، اونو باید بسا پاسخ بدم. گفتن حرفم بیه تو هوا که کار راحتیه، آقا جو نداشتیم من میلیونر شم، حالا چطوری نداشتن دیگه خدا میدونه، بریم جو کشف کنیم نتونستن شم. این وقتی آدم این حرفایی بدون محتوای بدون پشتوانه عقلانی بزنه، خب طبیعیه که به حساب نشون میده مدل فکر کردنش، مدل به حساب اندیشیدنش. خب آدم این دو جا هم میفهمه که طرف تا چه حد توی با بتاب میدونه داره چی میگه و نمی و بتاب متوجه حرفش هست. در مورد این اصلا ما گروه ها برای چی جمع میشن؟
یک گروه میتونه به راحتی شما دفعه مثلا من میتونم برای شما دفعه 5 ساعت تو کاغذ یک گروه درست کنم 5 تا تا بدم دیرش یه تا کاغذ تو اینترنت برافرته با این لوگو درست کنم بدم بیرون. این که اتفاقی افتاد، اتفاقی که دفعه 43 سال گذشته حداقل بیش از 1500 بار افتاده اثری نکرده. شما کجا میتونید پشتیبانی مردمی بگیرید؟ چه کار میکنید بکنید؟ چه چهره هایی رو رو میکنید؟ چه گفتمانی رو برتا پیش میکشین که مردم از شما پشتیبانی کنن؟ مردم بگن آقا ما این حرف برام جالب توجه هست و اینم از خودم به خودم تعریف کنم که اثری نداره. در مورد من به حساب خیلی ساده است، ما برگردیم امروز نگاه کنیم ببینیم این مردم که ما ازشون صحبت میکنیم، مردم میکنیم هر چقدر لازم میشه مردم استفاده میکنیم، خرج میکنیم، میفروشیم برای مردم، به خاطر مردم، در راه مردم، و خود این مردم تو ایران چی میگن؟ خود این مردمی که میآیان خیابون گول نمیخورن چی میگن؟ خب نشون میده ما مردم به سمت جهت کن طرف دیگه. در مورد به حساب کمک به ایران، من فکر نکنم هیچ تشکیلاتی، مثلا اسم نمیبرم کنم تشکیلاتی، هیچ تشکیلاتی بتواند کمک مؤثر مالی شدیدی به ایران بکنه. چرا؟ چون در آمریکا شما اگر باشین، آمریکا تحریم مالی با ایران داره، مثلا به حساب به اوفک. شما اگر بخواید پولیو از یک شرکتی یا یک اکانت بانکی در آمریکا خارج کنید بفرستید به حساب به ایران، این باید اجازه اوفک داشته باشه. و برای میشه بعد چی میره؟ شما یه پولی از اینجا خارج میکنید، 100 هزار دلار، 200 هزار دلار، 300 هزار دلار میخوام بفرستید به بانکی در ایران که بره به مردم ایران کمک بکنه، به حساب اعتصابی کمک بکنه. اولین کاری که جمهوری پول نگه میداره، میگه این پول برای چی اومده اینجا؟ این ما با یک سیستم مثل جمهوری اسلامی مواجهیم، که مثلا با یک سیستم اروپایی مدرن، آمریکایی مدرن که مواجه هستیم که حق مالکیت محترم بهش باره که پول میرسه اونجا بلافاصله توقیفش میکنن. از چه طریق دیگه میخوان شما پول بفرستید؟ اول شما راه فرستادن پول پیدا کنید، چجوری میخوان پول بفرستید به ایران؟ بعد شما صحبت مثلا اعتصابات بکنید، صحبت 1000 نفر، 2000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر و اینا دیگه 8 نفر، 9 نفر که میشه اعتصاب میتون یه خصوصیه. این مبلغ شما بعد مثلا یه مرتبه مثلا 100 هزار دلار، 200 هزار دلار، 300 هزار دلار بخواید بفرستید بعد کمک به فلان اعتصاب در ایران، چطوری میخواید پول منتقل کنید به ایران؟ از کدوم سورس مالی میخواید پول منتقل کنید به ایران؟ از مرز که نمیتونید به حساب کش ببرید، از طریق صراف که نمیتونید به حساب بدید، صراف در دبی و ترکیه و کانادا اینو بفرسته به ایران، بفرسته به ایران به حسابی، این اون طرف چیه که میخواد بری پولا رو دست مردم پخش کنه؟ ببینید اینها وعده‌ای که جمهوری اسلامی به حساب ما بعضی نادانسته استفاده میکنن بدون اینکه عواقب قانونی و روش‌های قانونی دقت کرده باشن. آقای مردم بود کنسرت صحبت کردم، من تنها کنسرتی که یادم میاد یک کنسرتی که بوده شاده اجتماع کردن دو سه ماه پیش در لس آنجلس برقرار شد و گفتن که میخوان پولش رو درآمدش اگه چیزی بمونه کمک کنن به بچه هایی که چشمانشون رو در این خیزش های اخیر دست دادن. و خب من خودم که در اون کنسرت این درگیر نبودم، اینوالو نبودم، شاهدادم که اینوالو نبودم، من میگم شاهدادم از شاهدادم و پهلوی هم دعوت کردن اومد تو کنسرت با مردم دید و بازدید کرد و رفت. برای خود ایشون هم در برگزاری اون کنسرت دادن مدیریت اون کنسرت نقشی نداشتن. شنیدم، من در جریان نبودم، ولی شنیدم که بعضی از بچه‌ای که چشماشون از دست دادن و امروز در ترکیه یا در ایران هستن گفتن که آقا این کتابی که کنسرت رو گذاشتن کمک کردن به 5-6 نفر، به 7-8 نفر کمک کردن، ولی معتقد بودن که کمک ها آدم هایی شده است که خیلی واجب نبوده، مثلا یا چشمش لطمه خورده بوده ولی میتونست مثلا صبر کنه، ولی مثلا به اون که دیگه بعد احتمالا عمل جرایی انجام میداده به اون شخص داده نشده و معتقد بودن که این پول، حتی کسایی که مخالفش بودن معتقد بودن این پول داده شده، خرج شده، ولی اونا معتقد بودن درست خرج نشده. من مطمئنم اگر به اون گروه دوم هم میدادن، گروه دو اول میگفتش که این پول درست خرج نشده. این به همیشه بحث مالی در بوده در این سالها، شما هر وقت وارد بحث مالی بشین و پولی جمع می‌خواید تقسیم کنین، در تقسیمش هر جور تقسیم کنین یک کتان خوشحالن یک کتان ناراضیان. به همین دلیل است که کار بسیار مشکلی من متعهدم و من نشیدم کنسرت دیگه ای بوده باشه که بخوام پولش رو در این مسیر خرج کنم. این تمام نشیدم. حالا البته من دلم می‌خواست که اینو بعداً در مورد صحبت کنیم، حالا بذارید از آقای اردلان مقدمم بپرسم، چون آقای مقدم در واقع آگهیه، اوکی آگهیه رو پخش میکنیم، یه وقت آگهیه رو پخش میکنیم، برمیگردیم سال بعدی رو تر با باشید.
Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استونز کریک بولوارد روبروی هاندای استونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذا و آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه، یگانه یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استونز کریک بولوار، تلفن 408-666-1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپر، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم‌نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408 866
6400. اما آقای فاد پاشایی که صحبت مفصلی کردن که از کم بوده وقت گله می کردن، بیشتری وقت ایشون دادیم بهشون و الان نوبت اردلان مقدمه. آقای مقدم، در این نشست اپوزیسیون و مترقی صحبت از اینه که گروه ها اشاره کردن تا اونجور که من استنباط کردم، مثلا سلطنت طلبا، مجاهدین، اینا تمامی خواه هستن، داشت شعارشونه اینه که یا با ما یا مقابل ما، در حالی که این گروه میگه همه با هم و یا با من، این مردوده و بدین ترتیب میگه که مجاهدین، سلطنت طلبا عملا در واقع بیشتر انفصال این دوتا گروه و چپ ها نتونستن که یک شرایطی به وجود بیارن که اپوزیسیون کارایی داشته باشه و وقتی هم موقعیت پیش اومد اپوزیسیون خرابش کرد. نظرتون چیه؟ ببینید، من حالا در رابطه با این سوال به آقای پاشایی هم یه جوابی بدم که بعد ببینیم که چرا اپوزیسیون اینطوری خراب کرد. ببینید، ایشون پرسیدن که چطوری سلطنت طلبا این کار رو خراب کرد، جریان مهسا رو خراب کرد. بهترین تعبیر، بهترین مثال اینه که آقای رضا پهلوی و سلطنت طلبا مثل یک هواپیمای خرابی بودن که اومدن روی باند، بر خلاف باند پارک کردن، نمیتونن خودشون پرواز کنن، نه اجازه میدن کسی دیگه پرواز کنه، اینطوری جلوی جریان رو گرفت و شعار دادن همه بیای سوار این هواپیما بشین. این یعنی دقیقا خراب کردن تمام اوضاع. این یه جد طرف قضیه. از لحاظ جمع کردن پول که خیلی ها جمع کردن، چه چپ چه راست، من یه سوال دارم از همه اینا، آیا شما نمیدونستید که نمیتونید این پول رو به ایران منتقل کنید؟ اگر میدونستید این حرفی که الان میزنید که ما نتونستیم پول رو بفرستیم عذر بدتر از گناهه. شما میدونستید و پول جمع کردید، برای چی این پول رو جمع کردید؟ این پول رو میخواستید چی کار کنید؟ اگه هدفتون درست بود، شما خود آقای رضا پهلوی که شعار ایجاد صندوق برای اعتصابات رو داد، نمیدونست که این پول نمیتونه به ایران منتقل بشه؟ اینطوری جلوی یه حرکت گرفته میشه. مردم داخل ایران احمق نیستن، مردم داخل ایران میدونن پول نمیتونه بیاد توی ایران، یا همونطور که خود آقای پاشایی گفتن این پول ممکنه به همه نرسه، به خیلی هم نرسه، به آدم های مناسب هم حتی نرسه. پس چرا این پول جمع شد؟ شما فساد بخش بزرگی از اپوزیسیون رو تو همین کاراشون ببینید. در رابطه با این تمامیت خواهی همین قضیه است. خود همین گروه مترقی هم که جمع شدن خودشون راست نمیگن. چرا؟ چون شعاری که میدن شعاریه که خمینی داد، همه با هم. خمینی همه با هم رو به کجا کشید؟ شما، ما همه با هم میتونیم در یک جهت حرکت بکنیم، ولی قرار نیست هممون مثل هم باشیم. نمیتونیم هم مثل هم باشیم. خمینی اومد همه رو کشید زیر عبای خودش با یه سری شعارهای دروغ ضد امپریالیستی که همون موقع ما میگفتیم آقا این داره شعار دروغکی میده، این دروغگوه. اگر دروغگو نیست چطور بهشتی میتونه با هویزر ملاقات داشته باشه؟ همین اپوزیسیون مترقی که این حرفو میزنه، اگر راست میگه، اگر دروغگو نیست، چرا تمام برنامه‌هاشون اروپا ازشون حمایت میکنه؟ این بودجه رو از کجا میاره؟ شما وقتی یه تشکیلات سیاسی، بزرگترین چیزی که لازم داره پوله. اگه پول نباشه تشکیلات سیاسی نمیتونه به حیاتش ادامه بده. اگه دقت کنید به زمان شاه، میگن خب مثلا چریکای فدای خلق از کجا میآوردن؟ برای همین بود رفتن بانک زدن، چون هیچ دولتی بهشون کمک نمیکرد، مجبور شدن برن از بانک
به عنوان به اصطلاح قرض از ملت بگیرن، قرض از دولت آینده. ولی که چی بشه؟ ما نمیتونیم با این کارا به جایی برسیم، با پول جمع کردن از مردم که به هیچ جام نمیرسه، به هیچ کسی هم نمیرسه، تو صندوقای پول باقی میمونه، صندوقای بانک‌ها باقی میمونه. بیاین با مردم رو راست بشینیم حرف بزنیم. چرا میخوایم سر مردم کلا بذاریم؟ من نمیفهمم واقعا. آقای بیژن خانم، مرسی آقای اردمن. آقای بیژن خان، البته آقای فؤاد پاشی جواد سوالی رو که شما توی لابلای اون سوالی که من مطرح کردم زدید به بیراهه دادن، نظرتون در مورد آقای اساس جناب آقای فؤاد پاشی چیه؟ خدمت آقای پاشوی عزیز بود عرض کنم. ببینید، اولا مبارزه بدون پول نمیشه، یعنی گرفتن پول از مردم برای ساقط کردن جمهوری اسلامی یا تغییر رفتار جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیره. شما نمیتونید چشمتون به دست بیگانه باشه، به دست استخبارات باشه، موساد باشه، این باشه. باید خودتون منابع ملی مالی داشته باشید. منابع ملی مالی هم یعنی مردم. اما شرط مهم و اساسیش شفافیته، یعنی شما باید این پولی رو که از مردم میگیرید هر یک سنتش رو حساب پس بدید. اینم امکان پذیر نیست مگر اینکه شفافیت باشه، مگر اینکه یک حسابرسی دقیق باشه، مگر اینکه این حسابرسی دقیق برای عموم آزاد باشه، یعنی هر کسی در هر موقعی بتونه بره این حساب کتاب رو نگاه کنه، چه اونایی که پول دادن، چه اونایی که پول ندادن، به خصوص اونهایی که پول دادن. بنابراین اینها رو ما هنوز در هیچ کدوم از این جریاناتی که پول جمع میکنن ندیدیم. یعنی این مشکل بزرگ اساسی نبود شفافیته. دوم، راهکارهای کمک به مردم ایران با توجه به این پولها خیلی بیشتر از اون چیزیه که شما فکرشو میکنید. میشود با این پول برای سیستان و بلوچستان که بچه‌هاش از آب آلوده و گلالود و کثیف به صلاح استفاده میکنن دستگاه آب شیرین کن گذاشت. میشه کمک کرد اونجا زیر نظر نهادهای بین المللی، یونسکو و یونیسف، این کارهای به صلاح بهداشتی رو زیر نظر سازمان بهداشت جهانی انجام داد. میشه زیر نظر یونیسف بیمارستان ساخت، مدرسه ساخت، اون چیزهایی که مردم ایران از اون محروم هستن، برای اینکه جمهوری اسلامی تمام منابع مالی کشور رو خرج فلسطین میکنه. سالانه 150 میلیون دلار به اونا کمک میکنه. بیش از 50 میلیارد دلار در سوریه خرج کرده، در عراق، در یمن، در آفریقا، هر جایی که شما فکرشو بکنید منابع مالی ما رو خرج کرده غیر داخل کشور. و نیاز مبرم هست، به خصوص با این فرار جمعیتی نخبگان از ایران، مثل پزشکان، مثل پرستاران، که اینها نیاز به آموزش نیروهای بیشتری است و میشه اینها رو صرف این مصارف کرد و جمهوری اسلامی هم نمیتونه جلوی اینها رو بگیره، چون راهکارهای بین المللی داره، راهکارهای جهانی داره، راهکارهای انسانی داره و سازمانهای بشر دوستانه هستن که بیان و نظارت بکنن بر این امور. مرسی، ممنون. خب پس یکی از مسائل اینی که من اصلا مطرحش نکردم ولی خود دوستان چشیدنش به اینجا، این که یه سری پولا جمع شده، چند تا کنسرت گذاشته شده و این پولا مونده، یا همونطور جناب آقای فؤاد پاشایی گفتن اگرم به ایران رفته درست خرج نشده. البته یه چیزی خدمت آقایون و خانم ها و خانم ها و آقایون بیننده خودمونم عرض کنیم، این از فرهنگی مشکل ما هست. هر دفعه ما کسایی دیدیم، حتی فرد شروع کرده به کار گروهی مثلا خیریه پول جمع بکنه و بلا فاصله مدعیان شروع کردن و جریان تاریخی شیه که سازمان ها و گروه های خیریه از نظر ما ملت همه دوستن و با شک و تردید بهش نگاه میکنیم. خیلی خب آقای فؤاد پاشایی بفرمایید که به عنوان آخرین بیان، این گروه مترقی میگه که ما تصمیم داریم که به اصطلاح به اپوزیسیون سامان بدیم و هر کسی کار خودشو بکنه، ولی کن در به اصطلاح هدف یکی باشه، هماهنگی در هدف باشه. شما حاضرید به این گروه مترقی بپیوندید؟ چند تا مطلب گروه سیاسی تشکیل می شود،
بعد که در بین جامعه خودش، در بین مردم خودش مقدار جا افتاد و مورد اعتبار مثلا ازش دیده شد، این میره با یک کشور خارجی، با یک مثلا کانگرسمن خارجی صحبت بکنه، خودشو معرفی کنه، میگه آقا من نماینده این بخش از جامعه هستم، من تا به حال سابقه کارم این کارو کردم و و و، حالا تو میخوام که مثلا بکر کار من بیشتر پیش بره، این کمک کار ما بکنید. یک گروهی که اصلا تأسیسش به قول شما در یک کشور در با کمک خارجی ها، اصلا اعلام موجودیتش با کمک خارجی ها، این چطوری میتونه این اعتبار رو در بین مردم ایران پیدا کنه که به طور دیگه؟ نه من نگفتم خارجی ها ساختند، گفتم که من میبینم که امکانات زیاد در اختیارشونه. بلکه تا به حال من دفعه خودم دفعه اول است که این مطلب رو به طور بیام چین اسم رو میشنوم، فکر نکنم دوستان دیگه هم چنین اسم رو تا به امید که شما گفتین شنیده باشن یا طور دیگه خبرش اومد بیرون. چطور یه کشور خارجی یک سازمان تازه تأسیس نوپایی که تازه راه افتاده رو بلافاصله به حساب میخواد ازش پشتیبانی کنه؟ دو این است که به حساب یه وقت میگه همه با هم جمع شن، کدام گروه ها جمع شن؟ ببین ما با هم تعارف نداریم که امروز جامعه ایران یه بخشش جمهوری خواهه، یه بخشش طرف پادشاهیه، یعنی حالا من بگه نگیم 70 30 30 حداقل 50 50 که هست، کجا در این جلسه که اینا گفتن گشتن کجا بودن اون 50% نمایندگان مشروطه خواه؟ میشه یه حرفای زد ولی حرف باید معنی داشته باشه، حرف باید به تا به پایه داشته باشه حرفشون. کجا اون 50% نمایندگان مشروطه خواهی که در این جلسه شرکت کردن یا با این گروه دارن کار میکنن یا قبول کردن که با این گروه کار کنن؟ پس اینکه در نظر من چیزی نیست، مطلب تازه هم نیست. یه طور در این مردم ایران مبارزه کردن به حساب چه در خارج چه در داخل و این رژیم الان به نظر من اون جایی رسیده است که این میوه به درخت رسیده و آماده افتادنه، به هزاران دلیل که الان وقت شکافتنش نیست، هممون میدونیم. در حال حالی یک گروهی تازه را رسیده، من نمیدونم که اینا کی هستن، بعد میخواد بگه آقا دیدین تا من اومدم دو سه ماهی تونستم، شش هفت ماهی تونستم، هشت ماهی تونستم داستان سر انجام جمعش کنم، شما 40 سال دویدی نتونستین کاری کنین. بعد گروهی که در شما فرمودین با مشروطه خواهان که معقول نیستن، مجاهدین هم که به درد نمیخورن، چپ ها هم که کاری نکردن، پس کی میمونه؟ اصلاح طلب ها. پس اصلاح طلب... نه حالا اصلاح طلب ها هم گفتن اصلاح طلب ها به خط پایان رسیدن، به آخر خط رسیدن و این داستان اصلاح طلب ها تو اینا فاتحش خونده شده، به جایی نرسید و نمیرسه. این هم گفتن. های دلدار شخصیتاشون کیان چه کسانی؟ والا حقیقتشون که بیشتر به صلاح مشعشع ترین اسم یا اسم گندهی که من شنیدم خوندم حقیقتش خیلی هاشون نمیشناختم. خود من حامد اسماعیلیون رو من دیدم، بعد بعد ویدیو رو نگاه میکردم چهره ها رو نمیشناختم. بعد گوگل کنید میتونید، من چهره ها رو نشناختم، فقط آقای اسماعیلیون رو دیدم. در هیچ کجای دنیا به خصوص در جامعه ایرانی نمیتونید از اصلاح طلبا دفاع کنید. شما اصلاح طلبا رو میکوبید، این که کوبیده خداییه، اصلاح طلب که کوبیده خداییه، باقی هم که مخالف تو مثل من میکوبید، یعنی کسی وجود نداره. بعد یه مطلب از این میانه 4-5 تا چهره تازه سر در میارن، چهره هایی که نمیدونید هیچ کسی تعاقب شده نمیدونید که، یا اگر میدونن که به حساب رو بعدا براشون گریبشون میکنن. صد درصد به نظر من مشکوک هست این رفتار. این که آدم ننشسته، وارد کار نشده، جا نیفتاده، اول یه سری همه رو بکوبه که اینو که درد نمیخوره، پس نبرم بیرون. حالا من میخوام با کی جمع بشیم معلوم میشه، بعدا معلوم میشه. اول من میکوبم اونو که نمیخوام، بعدا معلوم میشه کیا رو میخوام به طعنه بیارم. این روش کنه ایست که به نظر من رنگ باخته. آقای اردلان مقدم، نظر شما چیه؟ در مورد این گروه منظورتونه؟ آره که این استراتژی که دارن و در واقع میگم، خب در واقع یه جوری به شما بگم که از صحبتاش من اینجوری استنباط میکردم، حتی مثلا یه ویدیو 20 دقیقه من دیدم که داستان اینه که این گروه ها نتونستن عملا نه مجاهدین نه نمیدونم سلطنت طلبا و حتی خودشون هم خیلی امفسایز میکردن روی اصلاح طلبا که بعضی هنوز میگن با اصلاح طلبا میشه کاری، در حالی اصلاح طلبی مرده تموم شده، فاتحش خوندش، یعنی پذیرفتن که اون اصلاح طلبا مثل بقیه هستن و میتونن حالا همه این شکست خورده ها با هم یکی بشن. استنباط من این بود. حالا من یه سوال دارم از اینا، باید اینو سوال کرد،
که شما در این 40 سال و اندی کجا بودی، شما کجای این مبارزه بودی که همه رو نفی میکنی، شما چی کار میکردی، استراتژی شما چی بوده تو این 40 سال خورده ای، آیا استراتژی درستی داشتین که به اینجا رسیدین؟ اینا هر وقت سوال جواب بدن اون وقت ما هم میتونیم که در مقابلشون صحبت کنیم. ممنون. ممنون چرا بردلال مقدم، ممنون چرا با آقای بیژن مهر و سپاسگزارم آقای فاده پاشایی که در برنامه امروز یک خودمانی روزای جمعه شرکت داشتید. سپاسگزارم. و یک از آقای شهرتی و تماشاگران عزیزم سپاسگزارم که با ما بودن و یک سپاس دارم، سپاس ویژه و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنشن.